سه دهه پیش دیو شب سرشت و پلیدی به نام خمینی یک بار از اعماق قرون سر برآورد و بر خاک خاموش سرزمین ما پنجه سایید. از آغاز رسالت این هیولا چیزی جز نابودی هر سو نسل ایران و ایرانی نبود. اساره یک تاریخ شقاوت و دناعت در خمینی دجال متکاسف شده بود و هیچ عرصه و هیچ پهنه‌ای از ایلغار وحشیانش در امون نبود. ریختن خون میلیون ها انسان بیگناه، تباهی بیشمار استعداد انسانی، آواره کردن میلیون ها ایرانی در سراسر دنیا، رواج بی سابقه فساد و فحشا و هزاران هزار بلا و آفت دیگه، همه و همه آثار و نتایج هجوم طاعونی به نام خمینی بر پیکر میهن ماست. در یک استدلال ساده و منطقی باید به این نتیجه گیری رسید که بعد از جنایاتی که خمینی بر مردم ایران روا داشته و بعد از این همه فتنه و ابتلا، قاعدتا نباید چیزی از این میهن باقی میموند، چرا که نه در ابعاد جنایت خمینی شکیه و نه در عظمت مصائبی که مردم ایران متحمل شدن. اما واقعیت ایران امروز چیزی سوای این نتیجه گیریه. واقعیت اینه که قلب سرزمین ما همچنان گرم و سرخ میتپه و خون حیات و زندگی همچنان در رگ‌های اون جاریه. حالا سوال اینه که راستی چشمه‌های حیات چگونه در این جان پردرد میجوشن؟ این جسم مجروح و خونچکان از کجا نیرو میگیره و بر پای کدوم اراده ایستاده؟ اون خون جاری که ازش صحبت شد، خون تمام گل‌های سرخیه که طوفان خمینی پرپرشون کرد. همون‌هایی که بیباک و بیپروا تمام هستیشون رو نثار کردن تا تسلیم ناپذیری یک خلق رو ثابت کنن. اگه نبود این میزان از فدا و پاکبازی، اگر نبود این همه خون سرخ و جوشان، بدون شک جبر خمینی سرنوشت دیگه‌ای رو برای ایران ما رقم می‌زد. اما خون جب شکن گل‌های سرخ تقدیر کور و خمینی خواسته رو در هم شکست و راه مقاومت رو گشود. همین فدیه‌ها و فداها بود که خمینی دجال رو از ماه به قعر چاه کشوند. همین از خودگذشتگی‌ها بود که چهره کریه خمینی رو برای همه افشا کرد و توطئه‌های دیو رو در هم شکست. برنامه بخوان به نام گل سرخ یاد کردی از همین جانهای عاشقیه که دامن محبت رو به خون رنگین کردن و پرچم انقلاب رو در سراسر میهن برافراشته نگه داشتن. که دریا دریا می نوشد و هنوز تشنه است، آن که کوه را بر دوشش می گذارند و خم به ابرو می آورد، آن که نه از او از غم که غم از او می گریزد، و آن که خونش عشق است و قولش عشق، آن که سرمایه‌اش حیرت است و ثروتش بی نیازی، آن که سرش را می دهد اما آزادگیش را هرگز، و آن که مرگش زندگی است، و آن که قدرت بیپایانش زاییده مبارزه و ایمان به مبارزه است. پس داستانی که بیش نیست، انسان به اندازه انسانه که برای انسان شدنش بها می پردازه و قدم در مسیر مبارزه می ساره. تاریخ سرزمین ما هم گویای مبارزه انسانهایی از این دسته. و برنامه امروز با هم فرازهایی از زندگی و مبارزه یکی از اونها رو مرور می‌کنیم. موسیقی
تابستان سال 55 بود. شاخه تشکیلاتی که بتول عضوی از آن بود به کلی از بین رفته بود. از هر طرف فشار بود و سختی، یأس بود و ظلمت، چشمنداز آینده تاریک بود و مبهم، به ویژه که ضربه اپورتونیست های چپنما تشکیلات را متلاشی کرده بود. اما به یمن مواضع اصولی رهبری سازمان، چون نوری ظلمت سوز را با پای مردی فرزندان دلاور خلق، این تنگنای پرفشار پیروزمندانه پشت سر گذاشته شد. در آبان 55 بتول اکبری به وسیله ساواک در خیابان دستگیر و بلافاصله آزاد شد. او که احساس کرده بود این دستگیری و آزادی حساب شده بوده و ممکن است توری باشد برای ضربه بعدی به همرزمانش، همان روز با جمع‌آوری مدارکش از خانه خارج شد و از آن پس به زندگی مخفی روی آورد که تا پیروزی انقلاب ضد سلطنتی ادامه یافت. زخم‌های عمیقی که خیانت اپورتونیست‌های چپ‌نما بر پیکر سازمان وارد کرده بود برای بتول سخت آزاردهنده بود، اما در این حال آموزنده و پربار. در شرایطی که او حتی به طور موقت جایی برای خوابیدن هم نداشت، با سختی و مشقت چندین روز رو گذروند تا اینکه تونست نزد خانواده‌ای در کرج محلی پیدا کنه و مدت 2 ماه رو در اونجا سپری کرد و بعد هم به گل پایگان رفت و ادامه زندگی مخفیش رو در اونجا گذروند. در این مدت با تلاش بسیار تونست با سازمان ارتباط برقرار کنه. بعد از وصل شدن سر از پا نمی‌شناخت و گویا تمامی مشکلات راه رو حل شده می‌دونست و می‌گفت ما به هر کاری توانایی، کافیست فکر کنیم و انرژی بگذاریم، در این صورت راه باز خواهد شد. با انقلاب ضد سلطنتی به همت خلق دیوارهای دیکتاتوری شاه فرو ریخت و بنیاد رژیم ستم شاهی در مقابل اراده مردم غالب تویی کرد. با باز شدن ستادهای علنی مجاهدین، بتول اکبری به ستاد مرکزی در تهران منتقل شد. مدتی که توی گلپایگان بود، مسئولیت اشتهایپ و تکثیر اعلامی‌ها و خبرنامه و جزوات سازمان بود که با عشق و علاقه بسیاری این رو انجام می‌داد. کار با پولیکوپی توی زیرزمین نمور کار خسته کننده‌ای بود، ولی بتول گاه از صبح تا نیمه های شب بدون وقفه، بدون غذا و آب کار می‌کرد. چنان غرق کار می‌شد که هیچ چیز دیگه‌ای حتی ذره‌ای از فکر و انرژیش رو به خودش اختصاص نمی‌داد. مایه‌گذاری، خودجوشی و تحرک از یک طرف و همت بلند، جسارت و شجاعت از طرف دیگه، از بتول زنی مجاهد ساخته بود که خصایل انقلابی رو با عواطف مقدس، پاک و انسانی در هم آمیخته بود و به دلیل این ویژگی‌ها در هر جمعی از بقیه متمایز می‌شد. در مورد مواضع زن ستیزانه رژیم آخوندی می‌گفت هر وقت نظرات پوسیده ارتجا رو در مورد زنان در ذهنم رو می‌کنم، عزم و ارادم در پذیرفتن سخت‌ترین کارها و مسئولیت‌ها دوچندان میشه. داوطلب میشم و بعد از انجام موفقیت آمیز اونها، ایمانم به تساوی حقوق اجتماعی سیاسی مرد و زن مابه‌ازای مادی پیدا میکنه. در هیچ شرایطی ورزش صبحگاهیش رو ترک نمیکرد و عشق عجیبی به کوهنوردی داشت. میگفت دوست دارم روزها در کوه تنها بمونم و با کوه و صخره‌های استوار و بکر که به پلیدی و رذالت آلوده نشدند راز و نیاز کنم. هر هفته در دامنه کوها او رو می‌دیدی که با خواهران تحت مسئولیتش که عمدتاً از بشر کارگر جامعه بودند، صعودخوانان از خم و پیچ کوها به قله صعود می‌کنند. به سازمان و بچه‌ها، به خصوص به مرکزیت سازمان علاقه عجیبی داشت. وقتی خبر شهادت مجاهد قهرمان محمد رضا سعادتی رو شنید، به شدت گریه کرد، نماز شهادت خوند و بعد با قلبی مملو از کینه انقلابی به دشمن خلق گفت خمینی آتش زیر خاکستر انتقام خلق و فرزندان مجاهدش رو دیده،
از نشأه بدمستی بیرون اومده و اثر استیصال دست به چنین جنایت هولناکی زده. بعد از 30 خرداد هر روز که به خونه میمد خبر دلاوری تیمهای میلیشیای کارگری رو میآورد و از حماسه های بچه ها تعریف میکرد. بعد هم میگفت میجنگیم و تسلیم نمیشیم، بر دشمن خدا و خلق میشوریم و به اون درس های فراموش نشدنی میدیم. این سنت لایزال هستی و قانون تکامله. بذار خلق بیدار بشه، اون وقت چنان طوفانی به پا میکنه که عناصر مرده و پوسیده‌ای مثل خمینی و دار و دستش هوس بدمستی نکنن. در زنده کردن و به کارگیری امکانات مهارت داشت، بسیار منضبط و دقیق بود و رهنمودها و دستورات رو از روی ایمان و یقینی که به راه داشت با کمال تواضع و فروتنی انقلابی مو به مو اجرا کرد. همیشه از پیشرفت کارها و موفقیت‌ها حرف می‌زد و هیچ وقت زبان به شکوه و شکایت باز نمی‌کرد. اونقدر امیدوار بود گویا به پیروزی رسیده یا در آستانه اونه و در هر جمعی که نشست شروع به افشای چهره دروغین خمینی می‌کرد و از آرمان و اهداف سازمان می‌گفت. مجاهد شهید حمید جلالزاده که مدتی مسئول او بود در مورد این خصایل انقلابی او چنین گفته: بتول اکبری از نمونه های حل شدگی در سازمان ما بود و جا داره از وجود چنین خواهران قهرمان و پاکباختهی در سپردن مسئولیت های حساس و سنگین سازمانی استفاده شود. منظور از حل شدگی در سازمان هم چیزی نیست جز یگانگی و همسویی با آرمان سازمان مجاهدین که چیزی جز رسیدن به آزادی و برابری و حکومت مردمی نبود و نیست. عمق این باور و ایمان رو در جمله‌ای از خود بتول میشه دید. پوسیده ترین رژیم تاریخ تمامی توانش رو علیه مواضع حقه ما به کار گرفته و ما را از تمام حقوق سیاسی اجتماعیمون محروم کرده. پس نباید ذره ای از انرژیمون رو قاتل و باطل رها کنیم. ما هم باید هر چه در توان داریم در این راه به خدمت بگیریم. بذار توی این روزها که نوبت ایفای نقش ما در زندگی خلقمونه با تمام تلاشمون کار کنیم تا بار انقلاب به سر منزله خودش برسه. بعد از دستگیری 24 ساعت اصلا حرف نزد و این در حالی بود که مدارک و سرنخ‌های بسیاری با خودش داشت. اما توی برخورد با دشخیمان طوری بانمود میکرد که کاری نیست و با فریب دادن 2 هفته تمام مزدورا رو سر قرارهای ساختگی کشوند. بعد هم توی آخرین قرار ساختگی از فرصت استفاده کرد و اقدام به فرار کرد. اما مورد اصابت گلوله پاسدارا قرار گرفت و مجدداً زیر شکنجه آورده شد. مزدوران مادر بتول رو هم دستگیر می کنن و برای شکستن روحیه بتول و گرفتن اطلاعات اونها رو در مقابل هم شکنجه می کنن. بشخیمان به مادرش گفته بودن که حق نداری با دخترت حرف بزنی و اگه بزنی 100 ضربه شلاق می خوری. به بتول هم گفته بودن که حق نداری به مادرت نگاه کنی وگرنه اونو شکنجه می کنی. به خاطر همین هم بتول اصلا به مادرش نگاه نمی کرد و وقتی که از اتاق شکنجه می آوردنش و او رو گوشه راه رو می انداختن سعی می کرد در وضعیتی قرار بگیره که نگاهش به مادرش نیفته. مادر هم فقط به بتول نگاه می کرد و یک کلمه حرف نمی زد، اما گاه آهی از ته دل می کشید. در حالی که بر اثر جراحات کابل نمی تونستم درست راه برم وارد اتاق بازجویی شدم. به محض ورود یک چهره آشنا توجه هم رو جلب کرد. خیلی رنگ پریده ولی عجیب شاداب. فوراً شناختمش. بتول بود. با دیدن وضعیت اون درد خودم از یادم رفت. نامردا تا جایی که تونسته بودن شکنجش کرده بودن. سخت‌ترین شکنجه ها. دست راستش رو از آرنج و پای چپش رو از موچ شکونده بودن. اونقدر روی پاهاش کابل زده بودن که از زانو تا کف پا زخم و آشولاش بود. یه جای سالم توی بدنش نداشت. صورتش کبود بود. نمیتونست بشینه و راه بره و خودش رو سینه خیز روی زمین میکشید.
اما یه لحظه هم لبخند از روی لباش محو نمی‌شد. با دیدن من نگاهش رو ازم دزدید. پیش خودم فکر کردم شاید نمیخواد بقیه بدونم که میشناسمش، شاید هم به خاطر خودم و شاید هم توی این حال هوا بودم که نعره بازجو رشته افکارم به پاره کرد. بالای سر بطول ایستاده بود و مرتب ناسزا میگفت. بعد هم با ورقایی که دستش بود توی سر بطول زد و فریاد کشید: بازم قصه نوشتی؟ آشپز ستا پدر سوخته منافق، ما که تا زیر عوض بودن تو میدونیم. بلنشو آدم نمیشی، آخه دیگه جای سالمم برای خوردن نداری. و باز هم رگبار فوش و ناسزا بود که باریدن گرفت. بطول اما قاطعانه گفت: من چیز دیگه‌ای برای گفتن ندارم. اون وقت اون رو توی پتو گذاشتن و از اتاق بازجویی به اتاق شکنجه بردن. من رو هم برای تماشای شکنجه بطول بردن. اون رو به پشت روی تخت تنو پیچ کردن. بطول توی این حالت به من چشمکی زد و با زبان بیزبانی میخواست به من دلداری بده تا نگران نباشم. رشقیمان اونقدر زدنش تا از حال رفت. با هر ضربه‌ای که به اون میزدن آرزو میکردم کاش خودم به جای اون بودم و این صحنه دلخراش رو نمیدیدم. یک روز قبل از شهادت بطول رو همراه تعدادی از بچه ها جهت اعدام میبرن. موزوران با بستن رگبار بچه ها رو به شهادت میرسونن، اما فقط یک گلوله به پای بطول شلیک میکنن و سپس در همون حال اونو زیر شکنجه میبرن و سرانجام پس از ساعتها شکنجه مستمر بطول اکبری به شهادت میرسه. تو رفتی و شهر در رفتنت سوخت، اما دو دست جوانت در بشارت فردا هر سال سبز می شود و با شاخه های زمزمگر در تمام خاک گل می دهد، گلی به سرخی خون. شهابی